خب دوستان عزیزم، خیلی وقت ما در برنامه به خانه برمیگردیم. از اینجا شروع میکنیم که هم مورد توجه شما هست، هم میتونه خیلی کمک کنه به شما که حالا فرصت هم هست تا شامی رو برای اعضای محترم خانواده آماده کنید، بتونه راهنمایی کنه که ممکنه که چه غذایی رو با روش جدیدتر یا نوآوری بهتر برای خانواده ها خانواده محترمتون آماده کنید که انشالله دور هم میل بفرمایید. فرهاد عزیز سلام، خیلی خوش آمدید. به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم هم خدمت شما جناب آقای بی‌نیاز و هم شما بینندگان عزیز، و امیدوارم که همگی حالتون خوب باشه. خیلی خوشحالم از این که باز هم در این برنامه این افتخار دارم که در خدمت شما باشم. همچنین شما آقای بی‌نیاز یکی از مجریهای خوب و توامند صدا و سیما، خیلی خوشحالم که تشریف آوردید. خوش آمد میگم، تبریک میگم. فرهاد عزیز سه روزه که داماد شده و زندگیشو شروع کرده، بهش تبریک میگم، خوشبخت باشه انشالله. به برکت ماه رمضانی که سپری کردیم، برامون دعا کنیم آقای بی‌نیاز انشالله که بتونیم این راه همه دعا کنم برای همه جوانها. فرهاد علی خصوص که امروز با مادر خانمش هم تشریف آورده، مادر خانمشون ایشونو آورده و اینجا هم کلی کمک کرد به این که در واقع بزرگواری فرمودن دیگه امروز اومدن. این مادر عزیزمون هم خیر مقدم میگیم، مرسی، سپاسگزارم از شما. به شما و همسر محترمتون هم تبریک میگیم، سلامت باشین، موفقیت و خوشبختی. خیلی ممنون، خیلی خوشحالم. اما غذا امروز میخوایم رولت مرغ رو با هم تجربه کنیم. اینجا درست کردن رولت مرغ رو یه غذای خیلی ساده است و خیلی راحته برای کسانی که حالا تایمی ندارن برای طبخ غذاشون، خیلی زود میتونن این غذا رو درست کنن، الان کنار هم درست کنن و خیلی راحته. و اینکه مواد اولیه رولت مرغ، خب همین سه روز گذشته مادر خانم یادت داده دیگه مواد اولیه. خود مادر خانم البته خودشون هم استاد هستن در این زمینه و در کار آشپزی، ما که واقعا درس پس میدیم الان خدمت ایشون. خیلی خوب، خیلی خوب. سینه مرغ یک عدد، مواد لازم برای رولت مرغ. سینه مرغ یک عدد، قارچ دو عدد، فلفل دلمه ای یک عدد، آرد سوخاری حدود یک پیمانه، نمک و فلفل به میزان دلخواه، پیاز خلالی 50 گرم، سس خردل 1 قاشق مرباخوری، سس کچاپ 1 قاشق مرباخوری، لیمو ترش 1 عدد، جعفری 1 قاشق غذاخوری، ژامبون گوشت 2 ورق و پنیر پیتزا 30 گرم. بسیار خوب، این مواد اولیه رولت مرغ بود. ما ابتدا شروع میکنیم به مزه‌دار کردن و به اصطلاح مارینت کردن سینه مرغمون. یک عدد سینه مرغ داشتیم، اینو با سس خردل 1 قاشق مرباخوری به همراه 1 قاشق مرباخوری سس کچاپ. دو جور سس استفاده میکنیم. بله خب، برای مزه دار کردنش و از پیاز استفاده میکنیم، پیاز خلالی داریم. چقدرش استفاده میکنی فراد؟ نصف پیاز استفاده میکنم. زبیدیم فراد جان، زندگی چطوره؟ خیلی خیلی خوبه، یه دنیای جدیدیه. احساس میکنم خیلی داغی هنوز. نه آقای بی‌نیاز، اینجوری که میگی نیست. نه واقعا من خیلی از دوستان به اینو گفتن، گفتن الان داغی، تازه دارم بهش میرسم. و یک عدد لیمو ترش داریم، لیمو ترش هم به این موادمون اضافه میکنیم برای خوابوندن و مزه دار کردن. خوابوندن یه اصطلاح آشپزیه. آره بله، اینم
لیم و ترش. یواش یواش بالا پرو بده یاد میده. آره یه کاری کنیم امروز میتونیم آره تمومش کنی امروز بره. آره مادر خانم من بیرون وایساده منتظره. کردی فراد کسری تو با اون تعریفی کردی کلن من اصلا آشپزی رو از مادر خانم یاد گرفتم و استاد پیش کسی اصلا تموم شد دیگه. آره یعنی حاضر راهشو به ما هم نشون دادی. راهشو به ما هم نشون دادی. اصلا منم باید بگم که گویندگی و مشاوره رو من یه ارادت خاصی دارم خدمت خانواده خانومم چون ما از بچگی فامیل بودیم. آقای بی‌نیاز دیگه خیلی زیاد شناخت داریم. فامیل در فامیل شده. فامیل در فامیل است. بسیار عالی، بسیار عالی. خب یه دونه نصفش استفاده کردی ها؟ بله، یه نصف لیمو ترش ما استفاده کردیم. حالا نمک و فلفل رو استفاده. چرا فلفلی فرجان؟ بله، فلفل سیاه من میزنم برای مزه، هم طعم خوبی میده علاوه بر تندی که داره تقریبا یه عطر و طعم خاصی داره فلفل سیاه. خب اینو میذاریم به مدت حدود سس خردل نیاز نیست زیاد داخل مواد سس خردل، چون سس خردل داریم مرغمون نیاز نیست خیلی زیاد مثلا 3 الی 6 ساعت داخل مواد بخوابه. یه نیم ساعت یه ساعت با مواد بمون مزه دار بشه کافیه، چون خود سس خردل زود اینو طعمدارش میکنه و اون تردی رو بهش میده. یه وقت تموم نشه. بله آه. خب خب روغنمون هم میذاریم داغ بشه برای سرخ کردن رولتمون. خب حالا سبزیجات رو شروع میکنم به خرد کردن. یه مقدار برای داخل رولتمون این سبزیجات رو من خرد میکنم. از فلفل دلمه‌ای استفاده میکنم. میتونین رنگی استفاده بکنین. البته یه نکته خیلی مهم رو بگم، من از این مواد استفاده میکنم. دوستان میتونن از مواد دیگه هم استفاده کنن به اون نوع سبک دلخواه خودشون، به انتخاب خودشون. قارچ؟ بله قارچ. و نوع قارچ خود کردنم به این صورته که یه مقدار این گوشه قارچ رو میگیریم که روی تخته بمونه. کارمون مسلط شه، شستمون انتهای قارچ و پنجه به سمت داخل. احسنتم. به این صورت قارچ رو خورد میکنیم. چند تا باشه؟ دو تا قارچ کافیه. بعد یه مقدارم جعفری برای داخلش استفاده میکنیم به صورت ساتوری شده. من چاقو سبزیجاتم جدا هستش، برای گوشتم چاقو جدا آوردم که خیلی کن نشه چاقوم. خیلی غذای راحتیه، خیلی غذای خوشتم و راحتی. انتون فراد جان پرسیدن که میشه قارچ رو حذف کرد؟ بیننده ها بله، من گفتم این مواد داخلیش خیلی دیگه اون انتخابی سلیقه‌ای هستش، میتونن. ولی اگر میخوان اون رولتی که واقعا اصل اون رولت باشه و اون اورجینالش رو رعایت کنن باید این مواد رو داشته باشن. این رولتی که ما استفاده هم یه مقدارم کلم برای تزیینش من انتخاب کردم که استفاده کنم. این دیگه برای داخلش نیست؟ این نه، این برای کنارش همونجوری که الان آماده شدهش غذاش هست آماده. فراد جان خود آرومتر زنان امانتی پیش ما. خب ببینید برای مزه دار کردن همین الان کافی بود نه؟ بله پیاز استفاده بود، کردی. نیمو پیاز ترش استفاده بود. کردی. دیگه چی بود؟ سس خردل بود، یه پاشو مربا خوری و سس کچاپ بود، نمک و فلفل برای مزه دار کردنش استفاده کردم. روغن زیتونی مثلا چیزی نمیخواد نه؟ روغن زیتونم میتونین استفاده کنید. درود بر شما. برای اینکه حالا دوست دارن عزیزان یه مقدار اون طعم به قول معروف یه مقدار چربتر باشه، یه جورایی خوشتمتر بشه، اون روغن زیتون هم استفاده میکنم. و کالباس و ژامبون هم برای داخل رولتمون استفاده میکنیم. من اینا رو جدا میکنم از تختم. خب آقای ارداغی فرمودن که دوباره به ما وقت میدن. بله بله فردا کسی منم تو تختم رو تمیز بشورم. من چون بیننده ها فرمودن
که مواد داخل رولت رو دوباره بگیم، خواهش میکنم که مواد لازم رو کلن یه بار بفرمایید. بله حتما. بعد دوباره اون وقت ما در انتها یا حالا یه فرصه دیگه که آقای مناجاتی داد در خدمت باشیم. بسیار خوب، باشه. خب مواد اولیه برای تهیه رولت مرغ: سینه مرغ یک عدد، قارچ دو عدد، فلفل دلمه‌ای یک عدد، آرد سوخاری حدود یک پیمانه، نمک و فلفل به میزان دلخواه، پیاز خلالی 50 گرم، پیاز و نمک و فلفل رو برای خوابوندن اون سینه مرغمون و مزه‌دار کردن اون استفاده میکنیم، به همراه سس خردل یک قاشق مرباخوری و سس کچاب یک قاشق مرباخوری. اینا برای مزه‌دار کردن این سینه مرغمون ما استفاده کردیم. بعد نیمو ترش داریم یک عدد، اینم استفاده میکنیم داخل مزه‌دار کردن سینه مرغ. جعفری یک قاشق غذاخوری، ژامبون گوشت دو برگ و پنیر پیتزا 30 گرم. این مواد اولیه رولت مرغ بود. منم تختم رو تمیز بشورم، بعد برگردیم که مرغمون رو قبضه کنیم به اصطلاح آشپزی و از وسط باز کنیم و شروع کنیم اینجا به کوبیدن مرغمون با آرد سوخاری. من در خدمت هستم. دست درد نکنه. خیلی ممنون. و در کنارش البته و اصلش دو مرد، یک آشپز تازه داماد و یک مجری. اینم نیازه دیگه. بله بله. شما که آیه بی‌نیاز، ما انرژی میگیریم ازتون و افتخار میکنیم که در کنار شما هستیم و استفاده میکنم. متشکرم. البته ببینند آقای عزیز آقا فرهاد فرمودن بریم اتاق فرمان برگرد. نخیر.